رسول ما صلی الله علیه و سلم به ما شما دستور میداد که صلو کما رأیتمونی اصلی، تو نماز بخوانن که من نماز خواندم. و به نام حدیث مسیء الصلاة یک حدیث مشهور است، مرد که نماز را خواند و رکوع و قیام و سجدهش را درست متوجه نشد، پیامبر گفت اثر نماز بخوان. بنان یک خویی که در کل ما تلاش باید بکنیم که نماز خود را مطابقت ببخشیم به آنچه که رسول ما صلی الله علیه و سلم برای ما شما توضیح داده است. چون نماز وقتی که تعریفش میکنیم یک عمل مشروع است که توسط تکبیر شروع میشود و با سلام ختم میشود، در هر مقطعش از خود یک پیام خاص خود را دارد. پس هر حرکتی که از جنس نماز نباشد و شما در داخل نماز او را اجرا بکنین و بدون ضرورت بوده باشد، او را عمل کثیر میگیم. تعریف میکنم باز، هر عملی که از جنس نماز نباشد و در زمان در نماز بدون ضرورت انجام بدهد، او عمل کثیر است و نمازش مفسد میشود، یعنی نمازش نمیشود. مثل که عمل کثیری که از جنس نماز نیست ولی به اساس ضرورت او پیش میآید، او معفو است. به طور مثال ما نماز میخوانیم، پیش رویتان گژدم آمد، زدن گژدم در حقیقت یک عمل کثیر است، از جنس نماز هم نیست ولی به اساس ضرورت صورت گرفته، میتونی او را بکشی. استاد بودی، تلفنت زنگت آمد، این درون کردن دست در جیبت عمل کثیر است ولی به اساس ضرورت است، بنان تو میتونی چی بکنی؟ او را گل بکنی. عمل کثیری که از جنس نماز نباشه و ضرورت هم برش نداشته باشه، او را انجام میتی، این عمل کثیر است و مفسد به نماز است. به طور مثال ما نماز میخوانیم، ای لنگوی خدا این تو میکنم و این تو میکنم، برابر میگیری چی ضرورت داری بی؟ لباس تمام روز برابر کده رایسی، منظم کده رایسی، جور کده رایسی، عوار کده رایسی، چی به ضرورت به نماز دارد؟ و به جای به اصلاح خود را جمع میکنی، روش تمام تو دستک میزنی، کلاه تو دستک میزنی، ضرورت به نماز نیست و ضرورتش هم نیست، از جنس نماز هم نیست. بنان مبتل و مفسد بر نماز میشود. تشکر.